گوشت گوسفند من بهتون بگم و تو همین زمینم هم ورود پیدا کردم اینجا حالا اعلام میکنم، چون بعضی از دوستانم حتی یکی دو تا بچه دفترم در جریانن. یک وقتی بنده نزدیک یک سال وقت گذاشتم رو شناسایی نژادهای خاص گوسفند. ما نژادهایی داریم که لاشه سنگینی دارن، مثل دو فرانس، مثل شاروله که فرانسویان مال اون محیطن، اینا تا 110-120 کیلو وزن میکنن. اصلا شما میبینی فکر کن گوساله است گوسفند داره. خیلی دورش. ما گوسفند داریم 9 قلو میزاد. چقدر؟ 9 قلو میزاد. نژاد رومانوف که کانادایی ها کار کردن روی رومانوف. رومانوف روسیه. برید مراکز پرورش و تولید رومانوف ببینید تو کجاست؟ تو کشور غربی. لاشه گوسفند ما 45%، یعنی 45% گوش میشه. 40-45%. رومانوف 65% گوشت. یک گله ستایی خب ضرب تبدیلش اینه میشه 280 تا اضافه میشن بهشون، چون گوسفنده ما سالی یه بار میزان، اینا 8 ماه یه بار. توی 2 سال شما یه دوره میفتی جلو، چون 2 تا 12 تا هم 24 تا، 3 8 تا هم بگید 24 تا. با سرما کاملا سازگار، چون نژاد روسیه. خب من خودم جز کسایی بودم که دست گذاشتم روی نژاد برای وارد شدن این نژاد به کشور. خودم که پول نداشتم، زنگ می‌زدم به اون کسی که مایه‌دار بود، آقا تو رو خدا بیاد اینو بیاد وارد بکنید، اینجوری کنید، اونجوری کنید. آقا آی دکتری فلان جا داشت کار می‌کرد، باهاش تماس گرفتم. همین ماه رمضان ما بعد نماز رو که نمازم خراب نشه رفتیم تو دامنه دماوند که با کارشناس رفتیم که مراتع اونجا بررسی بشه که آیا اونجا میشه این نوع گوسفند استفاده بشه، که نتیجه کاملا مثبت بود. اصلا انگار برای همونجا آفریده شده. خب من نمیگم مثل کانادایی یا روی نه قلوش و فلان اینجا چیزاشون نمیخواد، اصلا همین عادیاشون که 4 قلو 5 قلو میزان همینا رو وارد کن. به محض این که فهمیدن ایران داره خیز بر میداره برای این سمت، شروع کردن داستان درسی هم. این چرا 6 قلو میزاد؟ اوه ببخشید چه میدونم، نه این خوکه. گوسفندو میگم خوک چرا 6 قلو میزاد؟ سگم 5 تا 6 تا میزاد. این سگه، این گوشتش نجس. سری مسئله رو چیکار کردن؟ دیدن تنها جایی که میتونن ورود پیدا کنن شرعیات. من خودم به شخصه برام سرچ گذاشت نکنه یه چه میدونم یه بحثی داریم قبلا کار شده رو این، واقعا گوشت این حیوان مشکل داره، این نژاد گوسفند حالا مشکل دار شد، بقیه گوسفندا هم یه دونه رفتن نوکی گفتن آقا چرت و پرت کی گفتم چه حرفی رو. تماس گرفتم دفتر مرجع گفتم آقا گوسفندی اینجوری اینج دومش مثل بزه، دومش مثل بزه. بعد خدمت شما عرض بکنم که لمم داره نگهداریش خیلی سخت نیست اینا، چون براش وقتی بدون نمه خیلی کوچیکن، آمونیا که ادرارشون بالاست این بخار تولید میکنه، اگر تو محیط سربسته باشن خفه میشن. خب چون اصلا برای اینا برای سرما هن، بعد پشم بدنشون زیاده، یعنی تولید پشمشون هم خیلی خوبه، یعنی همه جوره خوبه. من اینجوری بهتون بگم همه جوره خوبه. این آدم باید بیاره استفاده کنه با اون نژاد شارولو دو فرانس فرانسوی، اینا رو جفت بندازه، کار سنتز انجام بده، به یک نژادی برسه که تعداد بره که به دنیا میاره بالا و با لاشه سنگین. چرا؟ چون ما دیدیم که یک چهارم گاو گوسفند داره آب مصرف میکنه. پس برای ما میصرفه گوشت چی تولید کنیم؟ گوسفند، نه گاو. گاوا نگه دارن، گاوای شیری چه رایی داره؟ من کار که دستم برمیمد انجام بدم، یعنی اون آدمی که سرمایه گذار بود و معرفی کردم به اون آدمی که تخصص تو این مسئله رو داشت، با هر دوتا تماس گرفتم، شماره‌هاشون رو رد بدل کردم، گفتم این دستتون بگیرید شروع کنید. بسم الله. یک ریالم خدا گواه صحیح نیستم، یک ریال، جز اینکه از خودم هزینه بذارم، وقت بذارم. بعد وقتی یه روزتو بکوبی بری بلند شی بینجا، مهمتر از همه هزینه زمانی. اما میگم ببین بذار شیخ خونه امام زمان دقیقاً تو همون گوشت خودکفو بشی که چیه؟ اسلام میگه تو گوشت گوسفند. اما دیدیم منطقاً هم گوشت گوسفند میصرفه. ببین گوسفندداریای صنعتی بشه. عکسای از این گله های رومانوف هست، باورتون نمیشه 10000 تا 15000 تا گوسفندو نشون میده تو مرتع دارن میچرخن. تو کشور اروپا.